سلام سلام، من زئوس هستم، آره خدای خدایان. کتاب جهانی از عدم نوشته پروفسور لورنس کراوس کتابی است به زبان ساده که در مورد کوانتوم سخن گفته. الان من فقط میخوام صفحات 165 تا 170 این کتاب ساده رو به زبان خودمونی بگم. توی این چند صفحه داره از تأثیر ناظر بر ذره میگه، داره از پدید اومدن ذرات از هیچ سخن میگه، از پدید اومدن معلول پیش از علت سخن میگه، از پدیده سرعت بیش از سرعت نور حرف میزنه. او خیلی چیزای قشنگی میگه، اصلا انگار داره از یک دنیای دیگه حرف میزنه، از یک سرزمین عجایب تعریف میکنه. خب بریم به سراغ کتاب جهانی از عدم. فرض کنید که در اتاق آزمایشگاهمون یک چراغ قوه کوانتومی داریم که میتونیم با اون الکترون ببینیم. از دم در آزمایشگاه با کرونومتری زمان رو ثبت میکنیم، در 4 ثانیه از راه رو عبور میکنیم و به در اتاق آزمایشگاه میرسیم. ثانیه 4 در اتاق رو باز میکنیم. در ثانیه 5 چراغ قوه کوانتومی رو روشن میکنیم و لحظه ای بعد یک الکترون رو در مقابل چراغ قوه مشاهده میکنیم. هیجان انگیزه. اما این الکترون که لحظه ای بعد از ثانیه 5 در اتاق آزمایشگاه ما خود نمایی کرد، در رأس ثانیه 5 کجا بوده؟ یعنی یه لحظه قبل از مشاهده ما کجا بوده؟ نه یک ثانیه ها، یک لحظه قبل، درست در ثانیه 5. خب اصل عدم قطعیت هایزنبرگ میگه وقتی شما در یه لحظه خیلی خیلی کوچیک میخواید یک الکترون رو بررسی کنید، سرعت الکترون رو نمیتونید دقیق تعیین کنید. یعنی سرعت الکترون هر چی میتونه باشه، حتی سرعتی بیش از سرعت نور. حالا یکی بیاد جواب اون آلبرت رو بده. انیشتن گفته بود که هیچ چیزی نمیتونه سریعتر از نور حرکت کنه، اما سرزمین عجایب ما این حرفا حالیش نیست. انیشتن گفته بود که اگه جسمی با سرعت حرکت کنه زمان براش کنتر میشه، و اگه با سرعت نور حرکت کنه زمان اصلا براش نمیگذره، و اگه با سرعت بیش از سرعت نور حرکت کنه به فرض، اون وقت در زمان به عقب میره، یعنی به زمانهای گذشته میره. وقتی این الکترون ما در یه لحظه کوچیک هر سرعتی میتونه داشته باشه، پس یه لحظه قبل هر جایی میتونه باشه دیگه، حتی میتونه کره ماه باشه. ما که زمین و زمان رو به هم ریختیم، بیایید فرض کنیم که این الکترون ما در ثانیه 5 در خود کره ماه بوده و با روشن کردن چراغ قوه کوانتومی در یه لحظه بودو بودو از کره ماه به زمین اومده تا در مقابل چراغ قوه کوانتومی ما ظاهر بشه با سرعتی فوق‌العاده بیش از سرعت نور. یک پرتوی نور اگه بخواد از ماه به زمین بیاد حدوداً 1.3 ثانیه در راه هست تا به زمین برسه. این ذره الکترون اگه در ثانیه 5 در ماه بوده و بودو بودو به زمین اومده، یعنی سریعتر از سرعت نور حرکت کرده، پس در زمان به عقب میره و مثلا در ثانیه 3.7 به آزمایشگاه ما در زمین میرسه. یعنی اون موقع که ما هنوز در اتاق آزمایشگاه رو هم باز نکردیم که بیایم چراغ قوه رو روشن کنیم. چه داستان جذابی. اصلا فکرش رو نکنید که در اتاق رو باز کنید اما چراغ قوه رو روشن نکنید. خیر، چون به نوعی سرنوشت شما از قبل رقم خورده. در ریاضی اگه یک بار منفی در زمانی معکوس از ماه به زمین بیاد، درست مثل اینه که یک بار مثبت در جهت زمان معمولی از زمین به ماه میره. هیچ فرقی نمی کنه. البته در ریاضی و بر روی کاغذ و در دنیای عجیب ما هم که هر چیزی رو میشه تصور کرد. پس تصور کنیم که یک ذره الکترون با بار مثبت به فرض از زمین به ماه رفته، به جای که اون از ماه به زمین بیاد. خیلی خوب، روی زمین از زمان 3.7 ثانیه بوده،
و وقتی به کره ماه رسیده ثانیه 5 بوده، یعنی تقریبا با سرعت نور رفته. اینجوری هم آلبرت خوشحال میشه که قانون شکسته نشده و هم جهت زمان معکوس نمیشه، ما هم کمتر مغزمون سوت میکشه. یعنی قبل از این که ما در اتاق آزمایشگاه رو باز کنیم، یه ذره الکترون اما با بار مثبت یهو به وجود میاد و تقریبا با سرعت نور به سمت کره ماه میره. خب بعد چی در مقابل چراغ قوه ما خودنمایی کنه؟ نشد که. اصلا میگیم که قبل از این که ما در اتاق آزمایشگاه رو باز کنیم، دو تا ذره یهو به وجود میاد. مال بابامون که نیست بخیل باشیم. اصلا دو تا ذره به وجود میاد، کی به کیه؟ یکی الکترون با بار منفی که بعدن ما اون رو مقابل چراغ قوه ببینیم، و یکی هم الکترون با بار مثبت که از زمین بره به ماه. تا با برخورد با اون الکترون توی ماه جفتشون نیست و نابود بشن، تا زمین و زمان به هم نریزه. این دوتا ذره از چی به وجود میان؟ از هیچی. علت به وجود اومدن این دوتا ذره چیه؟ خب علتش اینه که در آینده من چراغ قوه کوانتومی رو روشن خواهم کرده بود. اون علت اینه. یعنی معلول پیش از علت رخ میده و من ناظر بر این رویداد مؤثر هستم. سرزمین عجایب ما اینه دیگه. یه بار دیگه تأکید کنم که منظور از ناظر چشم گرد کردن نیست، بلکه منظور روشن کردن اون چراغ قوه و تاباندن فوتون‌های پر انرژی بر الکترون هست که بر سرنوشت الکترون تأثیر میگذاره. قبل از باز کردن در اتاق و بعد از روشن کردن چراغ قوه ما فقط یک ذره داریم، حالی که برای زمان کوتاهی سه تا ذره داریم. یعنی وقتی من میخوام در اتاق رو باز کنم، در این سرزمین سه تا ذره همزمان وجود دارند. یکی کره ماه هست، یکی از زمین داره میره به کره ماه، و یکی هم همین اطراف پرسه میزنه تا بعد از روشن کردن چراغ قوه بیاد مقابل ما خودنمایی کنه. دو تا از ذره ها ذره مجازی نامیده میشند. ذراتی که از هیچ به وجود میان و سریع از بین میرن، اینها ذرات مجازی نامیده میشن. اما این مجازی نامیدن به این معنا نیست که اینها وجود ندارند، خیر، بلکه ذرات مجازی واقعا وجود دارند. اصلا بخش عمده ای از وزن شما به خاطر وجود همین ذرات مجازی هست. یعنی یک اتم ساده هیدروژن که میگن یه الکترون داره و یه دونه پروتون، هیچگاه در عمل به این سادگی پیدا نمیشه، همیشه در فضای اون ذرات مجازی میان و میرند. این ایده از سوی پل دیراک مطرح شد. ما او فکر میکرد که الکترون بار مثبت که نداریم، پس به جاش پروتون گذاشته. اما بعد از او ریچارد فاینمن بود که جرأت کرد بگه الکترون با بار مثبت ذره جدیدی هست که ما در ریاضی کشف کرده ایم و در فیزیک هم مشاهده خواهیم کرد. نام اون رو پوزیترون گذاشتند و اون رو هم مشاهده کردند. امروز عکس برداری های پزشکی توسط دستگاه پتسکن بر اساس ذرات مجازی و برخورد الکترون و پوزیترون کار میکنه. این سرزمین عجایب ما بنیان دنیای اطراف ماست، تلاطم عجیب دنیای کوانتوم که در اون پدیده‌ها، زمان‌ها، هیچ‌ها، سرعت‌ها و همه و همه در هم آمیخته، قابل مقایسه با دنیای ساده یکی به علاوه یک میشه دو نیست. و اون دنیای عجیب خالق این دنیای ساده ماست. فیسبوک من را فراموش نکنید. من زئوس هستم.